سلامی چه بوی گل آشنایی خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. خوشحالم که در برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستم. اولین سوال رو با اجازه شما مطرح میکنم. اولین سوال رو خانمی فرستادن، گفتن که سال نو مبارک آقای دکتر، ما یک سال هست که عقد کردیم، توی محل کار شوهرم خانومی توجه خیلی خاصی به شوهرم داره و همه جوره ایشون رو ساپورت میکنه. وقتی به شوهرم میگم، میگه من متوجه هستم که به طور خاصی حمایتم میکنه ولی علتش رو نمیدونم. از طرف دیگه هم شوهرم از این حمایت خوشش میاد. سوالم اینه، برخورد من چطور باید باشه؟ صادقانه بگم این نوع رفتار به شدت منو آزار میده، احساس بدی به شوهرم پیدا میکنم، حتی یه وقتایی ازش بدم میاد. به نظر شما من چیکار باید بکنم؟ اول اینکه شما از کجا میدونی که این خانم به شوهر شما توجه خاصی داره و حمایت میکنه؟ آیا خودت در محل کار همسرت هستی یا نه؟ همسرتون میاد برای شما تعریف میکنه، میگه این خانم از من حمایت خاصی میکنه و خیلی هم خوشحاله و منم بدم نمیاد. اگر همسرتون تعریف میکنه داستان چیز دیگه ای. اگه خودت با چشای خودت داری میبینی که این خانم داره حمایت میکنه، اون وقت قضیه و راه حل فرق میکنه. اگر همسرتون میاد برای شما تعریف میکنه، اینجا نشون میده که همسر شما دوست داره با این رفتار اشتباه خودش شما رو آزار بده، شکنجه کنه. برای چی؟ برای اینکه سلب مسئولیت کنه از خودش و سهم خودش رو بذاره کنار و تمام تقصیرها رو بندازه گردن شما. This is your fault. این تقصیر توه. یعنی اگر فردا روزگاری بین شما و همسرتون مشکل پیش اومد، اون میگه ببین اون خانم چجوری از من حمایت میکنه ولی تو حمایت میکنی از من. اون چجوری هوای منو داره، تو که زن منی هوای منو نداری، اون هوای منو داره. خب به این شکل سهم خودش رو توی یک رابطه که چه اشتباهی کرده که شما ازش حمایت نمی‌کنی نادیده می‌گیره، سلب مسئولیت می‌کنه و کنار می‌ذاره و از این طریق توجه بیشتری جلب می‌کنه از طرف شما، چون یه خانم دیگه اومده حس حسادت شما رو داره تحریک می‌کنه. نتیجه این میشه که اون آقا در واقع شوهر شما میتونه حمایت بیشتری از شما به طلب، توجه بیشتری به طلب و شما هی بهش توجه میکنی، چون رقیب اومده دیگه، یکی اومده که در واقع آلترناتیو رقیب شماست و شما هی دوست داری بهش توجه بیشتری بکنی که مثلا اون خانم دیگه خیلی به چشم این نیاد. خب و شما به چشم همسرتون بیایید. ببخشید عذرخواهی میکنم. پس موضوع اینجاست که ایشون با 4-5 تا نیت این کار رو انجام میده. اگر همسرت خودش میاد میگه که این خانم تو محل کار داره از من حمایت میکنه، خب برای چی این کار میکنه؟ داستان چیه؟ ببین همیشه پشت یک رفتاری یه چرایی نهفته است. شما باید زرنگ باشید اون چرایی رو پیدا کنید. چرا این آدم میاد تعریف میکنه؟ خب بنابراین میخواستم بگم به چند تا نیت، یک سلب مسئولیت کنه، به چند تا نیت میاد با شما مطرح میکنه که این خانم در محل کار از من حمایت میکنه. خب یک، برای سلب مسئولیت که توضیح دادم. دو، برای جلب توجه. سه، برای ارزشمند کردن بیشتر خودش. یعنی میخواد بگه که من ببین چقدر آدم باحالیم، من چقدر آدم مهمیم، من چقدر آدم جذابیم، من چقدر آدم دوست داشتنیم
هی میخواد ارزش خودش رو به رخ بکشه. بنابراین با طرح این مسئله که اون خانم تو محیط کار از من حمایت میکنه، داره شما رو آزار میده، شکنجه میکنه، میرنجونه و حالتو میگیره، خب رنجیده خاطرت میکنه. اگر این بار یه همچین حرکتهایی کرد و اومد به شما گفت، بگو ببین مثلا دوست ندارم بیای برای من تعریف کنی. خوشم که چی بشه مثلا این رو برای من تعریف کنی که چی؟ خب صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت، ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. اینو بنویسید، حک کنید، بذارید تو قلبتون. وقتی توی رابطه هستید مواظب باشید از گل نرمتر که باعث رنجش و ناراحتی پارتنرتون میشه، نامزدتون میشه، همسرتون میشه، هرگز never ever نگید. چرا باید بگی؟ خب پس شما باید باندری هاتو مشخص کنی، مرزهاتو مشخص کنی. ببین راجب این چیزا با من حرف نزن، مثلا خوشم نمیاد حرف بزنی راجب اینا، خب که چی بشه مثلا. اگر میاد برای شما تعریف میکنه یا اصلا نمیخواد خودتو ناراحت کنی، شنونده خوبی باش، good listener. این یکی از تکنیک های دیگه است در برابر کسی که شما رو آزار میده و شکنجتون میکنه. خب مرزهای خودتون رو مشخص کنید، احساس خودتون رو بگید و طرف رو به چالش بکشید، بگید که من اصلا خوشم نمیاد راجع به این چیزها بخوای حرف بزنی و شنونده خوبی باشید. خب اما اگر خودت با چشای خودت دیدی که خانوم داره از شوهر شما حمایت میکنه، اینجا قضیه فرق میکنه. اینجا چیکار میکنی؟ اینجا اولا به شوهرت میگی که لازم نیست هی بیایی برای من صحبت بکنی، روغنش رو زیاد کنی، بگی آیه اینجوری شده اونجوری نشده. اصلا نمیخواد توجه کنی به رفتار این دوتا. یک، اون خانم رو دعوت میکنی، خانم ایکس من میخوام با شما چند کلمه صحبت کنم. ببین گاهی اوقات شما باید مثل شیر ماده عمل کنی، درسته که خانومی، ولی اینجا بود آرتمیس شما باید فعال بشه. اون زن جنجو، اون زنی که از اون حیطه خودش، قلمرو خودش، تریتوری خودش دفاع میکنه، مراقبت میکنه، صیانت میکنه، حفاظت میکنه، باید مثل یک شیر ماده از اون قلمرو خودت دفاع کنی. آهای چی میخوای تو این داستان؟ از همسر من چی میخوای؟ تو صداش میکنی در یک جای خلوت، تو اون جایی که میری شیک میکنی، بهترین لباسا رو میپوشی، شیکترین لباسا رو میپوشی که وقتی از در وارد میشه فکر کنی که مثلا یه شهرآشوب اومد. واو، یعنی واو بگه تو دلش. خب یعنی چنین لباسی، انگار داری میگی مثلا مجلس رزم نمیری یا مجلس بزم میری، با این هیبت ظاهر میشی که از دور 10 زن تو رو میبینن انگوش به دهن بمونن. اونجوری میری، خب شیک، رنگی، ترتمیز، مرتب، جذاب، لوند، میری اونجا میشینی گوشیت هم رکورد میکنی صحبتاتو، چون بعدا نیاز داری که اینا رو آنالیزش کنی. میگه خانم محترم چیه داستان؟ من دلم میخواد بشنوم بدونم که این حمایت‌هایی که از همسر من میکنی چه لزومی داره؟ شما مثل یه مرد رفتی در نقش یه مرد داری حمایت میکنی. بذار حرف بزنه. حرف که زد، مرز خودتو، حدود خودتو، استانداردها و هنجارهای خودتو مشخص کن. بگو من اصلا اجازه نمیدم به شما که این کارو بکنی، چون با این کارا داری دلبری میکنی، دل همسر منو میبری و پایه‌های خانواده رو از هم میپاشی، سست میکنی. نکن این کارو،
الان دارم به تذکر میدم، دفعه بعد من دیگه با تو حرف نمیزنم، من با رئیست کار دارم. رئیست نتونه، به رئیس بالاترت نتونه، میرم به حراست، نتونه میرم به مدیر کل، نتونه میرم به وزیر میگم من ولکنت نیستم. ببین اینجوری وقتی از خانوادت دفاع کنی، خب اونم میشینه سر جاش. دو، میای ضعفای خودت و رابطه همسرت رو پیدا میکنی. کجای داستان تو ضعف داری؟ آیا ضعفی داری یا نداری که اون آقا خوشش میاد، در واقع شوهر شما خوشش میاد؟ ریشه این کار کجاست؟ آیا همسرت واقعا نیاز به توجه داره که بهش توجه نمی کنی؟ نیاز به تنوع داره؟ نیاز به چی داره؟ نیاز به رفیق خوب داره که شاید رفیق خوبی براش نیستی. میری فایل های رفاقت در روابط زوجین رو در یوتیوب یا آپارات سرچ کنید، به نام محمدین یا محسن محمدین یا رفاقت و دوستی را در روابط زوجین گوش کنید. 5 تا فایل رفاقت گذاشتم، خب که چطوری با همسرت رفیق بشی، باید رفیق بشی باهاش. دوتا رفیق وقتی با هم هستن، اون دوتا هوای همدیگر رو دارن. یکی دیگه بخواد بیاد فضولی کنه، دوتایی دست به دست هم میدن، میزنن اون طرف رو میترکوننش، لش میکنن، یا باید بشین سر جات. ما رفیقیم با هم. دیدی دوتا رفیق چجوری هوای همدیگر رو دارن؟ اونجوری ببین، شاید رفاقت بین تو و همسرت کمه. پس این up to you، این به شما بستگی داره که تا چه اندازه شما زرنگی و هوشیاری.